در تازه ترین مورد یک بار دیگر امارت اسلامی افغانستان بر تعهدش در قبال حقابه ایران مطابق توافقنامه سال 1351 تاکید نموده است. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه کشور گفته است که ایران موضوع حقابه را سیاسی نسازد و مشکلات را باید از طریق گفتگو حل کنند. اما چرا پس از 50 سال این موضوع بالا گرفته است؟ آیا در 50 سال گذشته این معاهده عملی شده است؟ و راه حلی که بتواند دو طرف را بر نتیجه مطلوب برساند چیست؟ سلام، وقت شما بخیر. در برنامه کنونی پیرامون همین موضوع بیشتر صحبت میکنیم با آقایان توریالای زازه آگاه مسائل سیاسی که از طریق خط اسکایپ از کشور آلمان با ما هستند و همچنان سید ذکرالله هاشمی آگاه مسائل سیاسی که اینجا در استودیو با من حضور دارند. از حضور هر دو مهمان گرامی سپاسگزارم. آقای زازه، اگر با شما آغاز کنیم، از توافقنامه ایران و افغانستان بر سر دریای هلمند 50 سال دقیقاً گذشت، چرا اکنون بالا گرفتی کنش های کشور ایران؟ سلامون علیکی لی تاست قدرمن هاشمی سیب تاست تازی قدرمن و همکاران و تا اخپل ولست اولانده کن. سلام باشم. تاست اخ معلومه ده چی بدی چدی پاس 50 سر بیخ کارو جگری که هم ده دو گواندی هیوادون ایران و پاکستان عملاً هم دی دوی خبری شتون لری چه دوی دی افغانستان دی بی ثباتی دی پارتنن ورزی پوری او چه وسی برسیگی پراتون که کم دا کار دوی که دوی غواری چه افغانستان دی بی ثباتی خواته یوسی دا دی او بو مسئله چه دا دی خدای دیو بخی موسا شفیق پنون لسو یو دیار لسو یو پندوسام کال که دی ایران دی صدرازم او ایده سرات لاسلی کرده و ترنان ورزی پوری دغه پا مغا نرمال شکل سر دوام لرلو. بله. ایران و پاکستان دوی غواری دا هیواد که بی ثباتی را منزده که او دغه بی ثباتی سخوا دوی خپلی شرگت پورده که. اساسی بوری چه افغانستان تقریبا کالانه دیرش میلیارد متر مکعب دیوبو گنجایش لری. کداسی حتی اوسط پتوگه تاسی د دې اوبو نرخ وګورئ دوه ډالره د کال شپېته میلیارده ډالر عایدات د افغانستان حکومت ته حکومت ترلاسه کوي او دیارلس نه څه پنځلس میلیارده متره مکعبه د افغانستان څخه ووځي پرته له کوم مفاده. ما همیشه په خپلو مرکو کې ویلي دي ایران او پاکستان زمون دخمن و دخمن ده و دخمن پاتی که زازه صاحب، ولی... اما مشخصا سوالی از مشخصا در مورد ایران که چرا همی کنش ها در شرایط کنونی بالا گرفت پس از 50 سال؟ خب بر شما معلوم است که امریکا هم نمیخواه که ایران دیگه تازی دیگه منطقه بکنه و از طرف دوم دیگه که ایران روابط بسیار نزدیک امرای روسیه در روایی بر امریکا قابل قبول نیست و این مسائلی که ایجاد میشه خود دشمنی هایی که گذشته در کشور بوده در کشورها بوده باعث شما نمو دشمنی های سابق است که اینا دوباره تکرار میکنن. ولی شما ببینید که زمانی که شما مودی و تکسری اصفهان حمله کرد در سال 1134 و اصفهان پایتخت اصفهان صفوی شاه حسین صفوی را شکست داد و خود شاه حسین صفوی تاج پادشاهی را بر سر شما مود و تک ماند که ایرانیا برای شما بودی افغان میگفتن و پایتخت ایران تسخیر کرد و هم یک دختر و یک خواهر خود به عقد شما بودی اوتک در آورد. این دشمنی از اون وقت مانده. وقتی که افغانستان با افغانستان با ثبات باشه ایران نمیتانه. اینجا مسئله ما به صراحت صحبت خواهی میکنم مسئله سنی و قزل باشد چون از طرف سنی ها که سلطان شما بودی اوتک سنی بود و شاه حسین صفوی قزل باش بود بر از اونا شکست درست با شما برمیگردیم آقای زازه. این وقتهایی است که بین مردم افغانستان ایران وجود داره. تشکر، به شما برمیگردیم. اجازه بدین یک سوال از آقای هاشمی اینجا استودیو پرسان کنم. آقای هاشمی، ظاهرا پاسخ امارت اسلامی خیلی مشخص و روشن است، هم از طریق اعلامیه که در برابر سخنان رئیس جمهور ایران داشتن و همچنان روز گذشته وزیر خارجه امارت اسلامی افغانستان همچنان یک بار دیگه تاکید که بر اجرا یا عملی شدن همون معاهده‌ای که قبلا 50 سال قبل صورت گرفته داشته. اما در بدیل چرا فکر میکنین که ایرانی ها واکنش های تند داشتن؟ الحمد لله وحده و صلاة و سلام على من لا نبی بعده. اما بعد برادر محترم، برای شما
رضازاده صاحب و بینندگان تان سلام های خود تقدیم می دارم. این طور است که من خودم توقعی از این نداشتم که مثلا بله. رئیس جمهور ایران یا دیگر کلانای ایران به این یعنی به این مرتبه بله. چی داشته باشن یعنی واکنش داشته باشن حالی است که امور تطبیق نمی تانن. بله. واقعیتی است که ایران در طی 50 سال اخیر از افغانستان به یک نحوی از حقابه خود اضافه آب برده بله. و به شکلی که رشوه داده و به شکل هر شکلی که بوده افغانا را حقش ضایع شده بله. اینا از اینجا بردن تالو کس مانعت نکرده بله. اولین بار است که افغانا یک حکومت بعد از 45 سال یک حکومت مستقل حتی در دوره اول امارت اسلامی افغانستان بله. هم همین طور بود که منافع ملی افغانستان اینجا مد نظر گرفته میشه در معاملات و پالیسی دنیا بله. اینا تا 50 سال اخیر از این خاطر که میگفتن او از اینجا میای برای ما بله. بر مقدار که میخوایم بر چنده که برای ما میشه اینا در مناطق آسیب دیده ایران مثل بلوچستان بله. و ساحات که یاو میره وجه هیچ کار نکردن بله. برای مردم خود هیچ خدمت نکردن حالا اینا برای مردم خود خوب باید یک جوابده باشن بله. که چه باید بکنن؟ بله. پس این واکنشنا را نشان میده برای استهلاک داخلی خود. مثلا به مردم خودی طور یک خاطر نشان میسازه که مثلا ما افغانستان به ما او نمیده باید شما بفهمین بله. که اینا هم رایتون ظلم میکنه یکی برش بله. میگه. دوما ما از شما دفاع میکنیم از حقوق شما بله. دفاع میکنیم یا به زور از افغانستان میگیریم. دیگه این واکنشا اکثریتش استهلاک داخلی خود ایران است. یکی دوما دولت های همسایه عربی خود را میترسونه که مثلا حکومت ایران اینقدر مثلا زورآور است یا اینقدر به چی است که میتونه به یک واکنش سیاسی بی فایده کار خود بکنه. اما در نظر من مشکل عمده از اونایی است که حال افغانستان صاحب یک حکومت مرکزی اسلامی قوی افغانستان صاحب از این حکومت شدن. افغانا به یک روحیه قوی هستند. اینجا هیچ کسی نمیتونه که سر افغانا خلاف منافع ملی افغانستان کار بکنه. لحاظا اگر شما عکس العمل حکومت کنونی بله. افغانستان را ببینین زیاد حوصله‌مندی است بله. احترام متقابل است با زیاد با سینه آرام صحبت میکنه. سببش این است که به نظر من زورآور هستند. زورآور ایمان داره که حقشان در عرصه قانونی بودن هم دستشان بالا است از حکومت بله. حکومت برملا میگه که به رئیس جمهور ایران یا به حکومت ایران میگه که ما بین ما و شما توافق 1351 است. وقتی توافق ما بین دو کشور صورت میگیره بله. بیاین که به اساس توافق اگر حقت بود بگیر، حقت نبود دیگه باید واکنش های بی فایده و بی نتیجه ندیم. آقای هاشمی با توجه به آنچه شما گفتین اضافه ستانی که تا هنوز صورت گرفته در چند سال گذشته یا آب بدون کنترل یاد چه کمو میاده که یا در قرارداد ذکر شده بود آب ایرانی ها استفاده کردن به جای از اینکه سپاسگزار باشن چگونه ممکن است که بیان ادا کنن مبنی بر اینکه آب مطابق با تعهدنامه حالا اونا مستفید نمیشن یا نمیره به ایران؟ خب من به همین خاطر گفتم که غیر متوقع بود. یعنی من خودم که وقتی که واکنش مثلا صحبت های رئیسی رو گوش گرفتم خودم یعنی غیر من خودم تحلیل نتونستم بله. یک رئیس جمهور یک کشور به شکل ایران باز همسایه اما مشکلات خودم میفهمم که من چه مشکلات دارم بله. آیا ما از افغانستان چی تقاضای داریم چی باید به دست ما بیاید. در مقابل اگر در این طور سطح که ریاست جمهوری این طور واکنش ها یا این طور صحبت ها میکنه آیا ایران اقدام میتونه؟ به نظر من به هیچ صورت هم نمیتونه. این باید استراتژیک دانای ایران هم بفهمه نه. که به او کیفیت نیست که مثلا ایران بالا شه به سر افغانستان جنگ بکنه و اگر بکنم نهایتش خودشان تاوان میکنه. یعنی به نظر من یه چیزی صرف خاص بر استهلاک داخلی خود ایران بود بر مصرف خودی داخل ایران بود و دومن دیگه کشورهایی که از ایران میترسه بر از اونا یک شاید پیغام بوده باشه. به نظر من همین پیغامشان هم شکست خورد از خاطر که در نظر ما ایجا جوانای افغانستان از او یک طنز ساختن و حتی به اصطلاح در خارج از کشور در اروپا و در این جای رفلکت زیاد یعنی به نظر ما یک طنز سیاسی وجود گرفت و این برای ایران برای حیثیت ایران به نظر ما تاوانی بود. تشکر آقای بیشتر از اینکه او فایده کنه برای شما. تشکر. و آقا اجازه شما صحبت های آقای هاشمی را هم شنیدین. تحلیل شما چی از در 50 سالی که از امضای این معاهده میگذره واقعا اینا بر مبنای توافق نامه یا مطابق با قرارداد ایرانی ها مستفید می شدن یا اضافه از اوره؟
با تایید صحبتهای آقای هاشمی ما یک چیز برای شما بگویم که اگر در بین مردم افغانستان از لحاظ سیاسی هر مسئله مشکلی که بین خود داشته باشند، اما در مقابل یک کشور خارجی افغانستان و مردم افغانستان، ما فکر میکنم که در جهان هیچ کشور وجود نداره که با این سرحد با هم متحد شوند و از حدود اربعه و از حقوق افغانستان چی در داخل باشه چی در خارج باشه دفاع بکنه. ما اجنبی اجنبیست، ما از بیگانه باید هیچ توقع نداشته باشیم، به خاطر ازی که ما شخصا نه به ایران نه به پاکستان هیچ نوع اعتماد کرده نمیتونم. از نظر ما فکر میکنم که افغان ها هم غالبمی نتیجه رسدن که کشورها کشورهایی بودن که در بی‌ثباتی افغانستان مثلا اینا بسیار کوشش کردن. من یک مثال کوتاهش براتون میگم. جنرال بابر وزیر داخلی پاکستان بود و زمانی که بوتو صدر اعظم بود و برای جنرال بابر گفت که قرارداد خط دویران در سال 1993 خاتمه پیدا میکنه و اینا یک کشور قدرتمند میشه، به خاطر از اینکه اینا باز خاک خود میخواهند و به می منظور باید کار را بکنی که بی ثباتی را در مابین افغانستان ایجاد کنی که تا اینا موفق به خاک خود نشوند که دوباره بگیرند. در حق مردم افغانستان و افغانستان جهان بسیار ناروا کرده، بسیار جفا کرده، تجاوز کرده و مردم افغانستان را به مسائل مذهبی، قومی، سمتی با هم دچار ساختند. درست. آقای زازای. عفو میخوایم. مشخصاً اگر با پاسخ سوال برین. شما اگر مرا اجازه بدین پاسخ سوال ما، من یک دریزی زیاد دریز ملی دریز لرم از دغه هوادو پر وړاندې با عقد در تویم چې د هیڅ نو گذشت نه ګټه نشم ما خصله او د دې لپاره چې دغه هوادو مونږ د دغه بدبختی غمی سره مخامخ کړی په دغه بحرانی حالت کې چې د افغانستان د ستونزو سره اقتصادي او سیاسي ستونزو سره سره د نړیوال سره نړیوال سره مخامخ ده او ایران په دې وخت کې دی او بوغه کوي او بس موږ په خاوره کې دی تا نه دی دا چې په مخه وخت کې د ګاونډي تو پایس په تاسو سره د تاسو صدر اعظم هویدا سره خدای بخیلی مظهر شفی قرارداد کړو د اوبی په تاسو په مخه مقدار چې ضرورت و هم در لګیلې دي تر نن ور پرین در لګي خاغلی مجاهد په خپل په صراحت سره ویل، خاغلی متقی په صراحت سره ویل چې موږ خپل په خپل دماغ قرارداد تا چې دیار لسو یو پنځوسم کال کې شوی ده تهیدی نور ایرانی ولی نمانی. من باید د دغو هیوادو پر وړاندې واقعا د توی خپل ملي دریز باید غوره کو. افغانستان چې د اوس دغو نړیوال هیواد که تاسو همدغه امریکا او دا نړیوال هیوادونه وګورئ دغه ولسونه وګورئ د دوی ټولو ګوتې په وینو ککړې دي، ولې موږ نشو کولی چې واقعیت ووایو؟ تاسې لاړ شئ امریکا ته، امریکا د سور پوستو وه، تاسې لاړ شئ استرالیا تا دی ابریجن وو او سال تا خدا دی استرالیا خل چی وسی که استرالیا اصلی وسی تین کنی دی تا سیلار شی مثلا دا اروپایی هی وادو تا دا سلیبی جنگو تا هم دا غا بوش دا بلی بوش پخپلا واضح چکل رای جمهور تشکر آقای زازای. آقای زازای اگر از بس خواهشان خارج نشه، مشخصا آب افغانستان مطابق با قرارداد به ایران میرف یا اضافه تر از او؟ یا 13 تا 15 میلیارد متر مکعب بدون مفاد از افغانستان خارج میشه. بسیار تشکر. و یه دمی چند روز که این مسئله آب شده در تمام رسانه های خبری در داخل افغانستان و خارج افغانستان سر از اینا صحبت میشه و صحبت هم شده. تشکر. با شما برمیگردم آقای زازای. هوشیاری سیاسی خود باید داشته باشه. تشکر. و هاشمی صاحب در آخرین مورد هم وزیر خارجه ایران گفته است که برای ایجاد یک تیم فنی مشترک نیاز است تا برن و این موضوع را از نزدیک بررسی کنند. از دید شما اگر گیرم که ایجاد شود کارساز است این تیم فنی؟ به نظر من شاید اما عکس العمل متزن امارت اسلامی افغانستان و واکنش سریع جوانان افغانستان یک کم عقلمندانه کردن مسئولین ایران را. بله. اگر نه اینا تا چند سال اخیر، ده 15 سال تا 20 سال اخیر کوشش کردند سیاست درونی خود را به دو قسم دنیا کنترل میکنه. یکی توجه به داخل است، یکی صادر کردن مشکلات به خارج است. بله. ایران دائما کوشش کرده که مشکلات خود را صادر بکنه، یعنی مثلا بله. از جای ازی که مشکلات درونی خود ایران را حل بکنه
بله. کوشش میکنه که مسئولیت ها را سر دیگر دولت ها بندازه و سخنپرانی کنه و بی فایده. دیگه به نظر من اینا در واکنش امارت اسلامی افغانستان عقل به سرشان آمد. بهترین بله. رایش هم همی است. بهترین رایش این است که ما شما ما بین بله. خود همسایه هستیم. هر دو دولت مسلمان هستند، ملت بله. مسلمان هستند، مشترکات زبانی، دخل. لسانی، منطقوی، مذهبی داریم. با هم بشینیم یک توافقنامه ما بین خود داریم. به اساس اون توافقنامه ببینیم که حق کی ضایع شده. حالا یه طور زیاد شده میتونه که حق افغانا ضایع شده باشه. باز ایرانی جرأت ی احترام ی تقبل باید داشته باشه که حق افغانا رو باید پرداخت بکنه. پس ای که است یعنی اینمی صحبته که مثلا وزیر خارجش میکنه که ما یک باید تیم هیئت تکنیکی باید فنی تشکیل شوه اینا نگاه کنن. اینا قبل از صحبتای آقای رئیسی باید میشد. قبل از این تنش یا طنز سیاسی باید صورت میگرفت. دقیقاً هاشمی صاحب شما هم گفتین مشترکات زیادی وجود داره. از سوی دیگر معاهده است. امارت اسلامی هم بارها تاکید کرده که ما در تمامی مسائل هم میخواهیم تا خاصر تعامل مثبت با دنیا مخصوصاً با کشورهای همسایه هستیم. چرا باید واکنشاتون باشه؟ چرا این موضوعات از طریق دیپلماسی حل نشه یا حداقل مطرح نشه که با واکنشاتون برملا شود؟ خب ما برد گفتم نه آله حکومت ایران به مشکلات درونی خود توجه نمیکنه. بله. مثلا طی 20 سال اخیر مناطق بلوچنشین ایران بله. آسیب پذیر است برای آب. بله. در طی 20 سال اخیر کدام پروژه بزرگ آب تصفیه آب مثلا بحر عرب را ایران زیر دست گرفته؟ بله. بروی مثلا مثل که امارت اسلامی افغانستان میگه و این ثابت هم میشه برشان بله. که اینجا خشکسالی است، باران نمیشه، او اگر از اینجا حرکت هم بکنه به ایران نمیرسه. یعنی میگن که بحث کنترل و فریب افکار عمومی در ایران است. ها از خاطر اونا را زیر فشار میاره. از جای ازی که برن مشکل از اونا را من برد گفتم نه که اینا بله. مشکلات خود را صادر میکنه. مثلا مردم همین مناطقه که او بله. افغانستان اوجا میره و رئی طور خاطر نشان میکنه که ولی مردم افغانستان یا حکومت افغانستان سر شما ظلم میکنه. بله. ما از این ظلم اینا جلو میگیریم. رئیس جمهور صحبت میکنه، فلان صحبت میکنه. به نظر ما برای حکومت بله. ایران یعنی به شکل یک استراتژیک اگر مشوره کس برش بته، بهترین رای حل هر دولت بله. این است که توجه به مشکلات داخلی خود بکنه. بله. ای ساختارهای قبلی که بود که مشکلات خود را صادر میکرد، ای آل کارآمد نیست. مردم بله. مثلا در سیاست مردم فهمیدن، در امور خدمات دولتی فهمیدن. مثلا حتی حکومت بله. امریکا وقتی که ترامپ چق میزد که ما باید داخل کار بکنیم، امریکا از فرست بله. مثلا هر جای چق میزد که امریکا هم اول است، اول باید بر امریکا خدمت بکنیم. پس وقتی از این رسیده حکومت ایران اینطور یک برنامه ها رو زیر دست بگیره بله. که مشکلاتش حل بشه، کوشش بکنه که با حکومت اسلامی افغانستان کنار بیای. از این خاطر کنار بیای که حکومت اسلامی افغانستان، امارت اسلامی افغانستان این را اعلان کرده که ما حکومت ما استوار به اساس قوانین شرع خدا است. بله. شرع خدا این را حکم میکنه که او از مسلمان ها بند نشود. بله. و حقی که ایران در اینجا دارن اگر امکانش باشه او باشه برش میده، بدون از تهدید، بدون از کدام بله. احسان. مثل که متقی صاحب گفت که این را باید بله. ما سیاسی نکنیم. بله. یک چیزی حیاتی است، هم برای مردم افغانستان هم برای مردم ایران. بله. بازی مردم با هم مشترکات دارن، مشترکات بله. قومی، لسانی، زبانی، مذهبی، مشترکات حتی جغرافی در این منطقه زندگی میکنن بله. با هم. پس این بهترین رایشی است که اینا با هم بشینن در میز مذاکرات، عمود تفاهم نامه یا قراردادی که بین افغانستان و ایران از رو سر میز بندازن بله. باز هیئت فنی خواهش کردن تشکیل بکنن ببینن بله. اگر حقشان میگذشت از طریق دیپلماسی میشه که با هم صحبت کنن که برادر اینی حق ما میگرده، چرا اعلان نمیکنه بله. اگر نمیگذشت باز این سینه را باید داشته باشن، این جرأت داشته باشن که اگر حق افغانستان به اساس عمو توافق سابق اگر حق افغانستان سر از اینا میگرده، باید اونا را اینا به گردن بگیرن، باید اونا را به حسن نیت قبول بکنن. بسیار تشکر هاشم صاحب. و آقای زازه اگر مشخص به پاسخ سوال ما شما بپردازین به عنوان یک آگاه مسائل سیاسی در قبال چنین موضوعات، حالا خواسته یا نخواسته پیش آمده، عرف دیپلماسی و قواعد بین المللی ایجاب چی را میکنه؟ از یک طرف امارت اسلامی همواره تاکید میکنه که توافقنامه مادایش مشخص است، ما مطابق با او متعهد هستیم، و از سوی دیگر ایرانی ها واکنش های تند داشتند. عرف دیپلماتیک در چنین وضعیت های ایجاب برای چی میکنه؟ اگر ایران قبول نمیکنه مثلا نقض از این مسائل از طرف ایران صورت گرفته نه از طرف افغانستان، امارت اسلامی یا مثلا آقای متقی وزیر خارجه میتونه که از
ملل متحد یا از یک تعداد کشورهای جهان خواهش کنه که هیئت خود روان کنه بر افغانستان ببینه عملا که در مقابل مو قرارداد هیچ نوع نقضی را امارت اسلامی نکرده با مشک و خود زینام به صراحت هم سخنگوی امارت اسلامی آقای مجاهد و هم سرپرست وزارت خارجه آقای متقی به صراحت گفتن که ما با این قرارداد متحد هستیم. در غیر از اینا قبول نمیکنن، اینا اهداف دیگه دارن که در این منطقه میخواین عمدن و قصدن بین روسیه و امریکا تا به امروز که افغانستان قربانی دو ابرقدرت شد و افغانستان میدان جنگ دو ابرقدرت با چین شد، بازم میخواین که جنگ در منطقه و در کشور ادامه بده به شکل از اشکال. دیگه از این خاطر باید امارت اسلامی از مسائل دیپلماسی کار بگیره و طریق دیپلماسی با اینا برخورد بکنن و این اخطار یا با در پشتو گواخ میگیم چی دوی تاریخ دی افغانستان که چه در جرات نو کرده چی افغانستان حکومت تا گواخ و که دوی تا معلومه چی افغانستان چنگ ولس لری و چنگ خلق لری. تازی با در طول نده که دی افغانان و غبرگون دی دقی ایران پا دقی عمل که لی دلوی چی چم نو جدی غبرگونی وکرو بیتاسی لرش خبری رسانه تا دقی ایران سیاسون دی هر بد بلای چی ده تاسیو گره چی پا کم سپکاوی سر امارت اسلامی تا سپکاوی کهوی او پا کم سپکاوی سر افغانان تا سپکاوی کهوی. تشکر. و افغانستان یا تاریخی هیواد بود، تاریخی هیواد پاتی کهگی او دا که ایران غواری که نغواری او ایران تا دی افغانان و زور و توان و قدرت هم معلوم ده. تشکر. چه شکل سر کولی چی برتا مغا پایتختم تنیمونس. آشمی صاحب، نیاز به شکایت در سازمان ملل میبینین در قبال این موضوع، یعنی که موقف امارت اسلامی را شما درست ترجیح میکنین نیاز نیست؟ به نظر من در این حالت فعلی کفایت میکنه، از خاطر که اگر یک قدم کس پیش میره یک قدم راهش پیش بره. بله. ایران، پاکستان، دولت های همسایه تاجیکستان، ازبکستان، اینا دولت های هستند که اینا همسایه افغانستان هستند، در یک منطقه جغرافیایی صحبت میکنن، زندگی میکنن، ملت هایشان با هم مشترکات دارن. بله. اینا باید تا حد اکثر حوصله مندی داشته باشن، با بله. هم احترام متقابل بکنن. اگر اینطور باشه که ایران به می اسب سوار باشه، بله. باز خو مجبور میشه امارت اسلامی افغانستان، دیگر راهی نداره به جز اینکه وقتی که مشکل دو دولت ما بین خودشان حل نمیشه، مجبور میشه که به سوم طرف مراجعه بکنه. دیگه به نظر من که ایرانی ها فهمیدن این را، آل فهمیدن، از خاطر که شاید در اول یک کم تشکر زیری جنبندی شما را هم میداشته باشیم. و آقای زازعی، به عنوان آخرین سال، شما راه حل در چی میبینین تا قناعت دو طرف فراهم شود؟ از دید شما خیلی مشخص اگر جواب بدین. مشخص باید ایران قبول کنه چیزی که آقای متقی گفته و چیزی که آقای مجاهد گفته. در غیر از او قبول نمیکنه، کدام اهداف دیگه داره. و ما با احترام زیاد به آقای هاشمی، ایران، پاکستان، اینا رو بایسی همسایه هیچ وقت نمیدانم، بایسی دشمن میدانم. وقتی میدانم که اینا از مردم افغانستان معذرت بخواه که اینا در 40 سال برای بی‌ثباتی از کشور کوشش کردن. تشکر آقای زازعی. و آقای هاشمی، پاسخ شما رو هم به عنوان راه حل میداشته باشیم. به نظر من ایران باید این را بفهمه که غرب و شرق به این جال کوشش میکنن که با افغانستان یکی را درگیر بکنن. در اول روزای امارت سال گذشته پاکستان جزئیات حملات صورت داد، بمباری کرد، آخر به این نتیجه رسید که این کار بیفایده است. بله. بلکه به تاوان پاکستان بود. الحمدلله اونا فهمیدن. حال ما ایران هم یک توصیه میکنم که وقتی که امارت اسلامی افغانستان حوصله مندی خود را نشان میده، بله. وقتی که میگه که بیاین سر میز مذاکره صحبت بکنیم، ایران باید از این فرصت استفاده بکنه. بله. اگر زورگویی بکنه، به نظر من زورگویی به فایده ایران نیست. غرب بله. میره میخواد، شرق میره میخواد که پای منطقه را به بی‌ثباتی، به جنگ و به کشمکش کش کنه. باید که استراتژی دانای ایرانی را بفهمه که در فایده ایران نه، در فایده حتی منطقه هم نیست که دو کشور همسایه با هم خدا نخواسته درگیر بشن. در این طور مسائل کومیش از طریق صحبت حل بشه. پس این بهترین راهش برشانی است که این کار بکنن که دجال غرب و شرق نیاین. یکی دومن، به نظر ما وقت از او گذشته که ما مشکلات داخلی خود را به دیگر کشورات صادر بکنیم، بلکه باید ما خود ما، یعنی حتی افغانستان، دیگر کشورها کوشش بکنه که مشکلات داخلی خود را، درونی خود را حل بکنه. و این بهترین راه حل است.
و راهکار است که فیصله کننده آخری هم معاهده است. اونم چیز است. دیگه معاهده که است بین افغانستان و بین افغانستان و ایران که است، وقتی که امارت اسلامی افغانستان پایبندی از او است، احترام از او را میکنه، بله، پس ایران خود جبران باید بکنه. بسیار زیاد تشکر مهمانان گرامی از حضور هر دوی شما. توریاله اجازه آگاه مسائل سیاسی که از طریق خط اسکایپ از کشور آلمان با ما در برنامه پیوسته بودین، و همچنان سید ذکرالله هاشمی آگاه مسائل سیاسی اینجا در استودیو، و همچنان از شما بینندگان گرامی نیز سپاسگزاریم. تا کاوش دیگر، خدا نگهدار.